گوگل درایو گوگل، وان درایو مایکروسافت، دراپ باکس، آی کلود اپل، اینا همشون فضاهای ابری هستن و کمابیش هممون احتمالاً از همشون داریم استفاده میکنیم یا یکی دو تاشون استفاده میکنیم، ولی همه اینا یه ایراد بزرگ دارن. اونم چیه؟ محدودیت حجم. همه این سرویس ها محدودیت حجم دارن و برای اینکه بخواید حجم بالاتر بگیرید باید بابتش هزینه بکنید. ولی اگه بهتون بگم یه فضای ابری رایگانی وجود داره که محدودیت حجم نداره و هر چی خواستی توش بذار، هر جوری خواستی میتونی سرچ بکنی، ازش استفاده کنی، چی؟ پیشنهاد خوبیه نه؟ با من همراه باشید. سلام، ارادت مردشیر کاویانی هم اونجا کانال 4 کامپیوتره. این فضای ابری رایگانی که گفتم رو احتمالا خیلیاتون بدونید یا تو گوشه ذهنتون میگید که اینم برنامه هم هستا، اینم میتونه این کار کنه، ولی یه ایراد داره. اون فضای ابری چیه؟ تلگرامه. متاسفانه تلگرام تو ایران فیلتره. فیلترشو بذاریم کنار، اینو به عنوان ایراد نمیتونم بگم بهش، ایراد که هست، ولی خب اینو بذاریم کنار. یه ایراد دیگه داره، اونم اینه که مدیریت کردنش سخته. یعنی اینکه شما یه فایل رو واسه خودت میفرستی همیشه هم میمونه، ولی گشتن توش رو پیدا کردن و اون بصری، حالت بصری بودنش سخته و همین باعث میشه که برنامه که امروز میخوام بهتون معرفی کنم خیلی کار رو واسه تون جذاب کنه. اول بگم من خودم چجوری از تلگرام استفاده میکنم به عنوان فضای ابری. واقعا من همه ویدیوهای یوتیوبم رو یه نسخه بکاپ تو تلگرام دارم. اینو بگم در این حد من بکاپ دارم اونجا. بدونید حجمش هم فکر کنم یه چیز حدود 1 ترابایت 2 ترابایت فقط ویدیو اینجوری دارم. من برای هر موضوع خاصی یه کانال دارم که فقط خودم عضوم، خب، و توی اون کانال فایلا رو به ترتیب آپلود کردم. مثلا همه ویدیو این کانال رو به ترتیب توی یه دونه کانال آپلود کردم و دارمش و اگر یه روز لازم شد میتونم دانلود کنم و استفاده کنم. ولی خب این یه مزیتم داره. مزیتش اینه که من میتونم اگه خواستم کس دیگری رو هم عضو بکنم، ولی مدیریتش فقط از داخل خود تلگرام انجام میشه و یه نرم افزار جمع جوری که شبیه ویندوز بتونم خیلی مشخص ببینم پنجره‌ها رو وجود نداره. راهکارش چیه؟ راهکارش امروز قرار بهتون بگم. میلاد عزیز کانال میلوتک یه برنامه واسه من فرستاد، گفت این خوراک کانال خودت رو به درد بچه‌ها میخوره، اینو واسه شون بساز. یه برنامه است به اسم تی درایو یا تلگرام درایو، در اصل مشابه گوگل درایوی که رو ویندوز نصب میکنیم، قبلا واسهش ویدیو ساخته بودم، مشابه اون میشه و شما یه درایوی دارید که متصل میشه به سیوید مسیج اکانت خودتون. هر چی تو این بندازید میفرسته تو سیو مسیج. بعد شما میتونید توی این بردارید دیگر جور خاصی جابجاش بکنی، لیست کامل ببینی، سرچ بکنی، یه سرچ خیلی قوی داره، همه این کار رو انجام بدی و اون فایل رو یه بار اونجا فرستاده و سر جاش هست. دیگر جور خاصی میتونی این بار باش کار کنی. یه API میزنه از خود ما، از خود تلگرام استفاده میکنه. در مورد امنیت این برنامه اگه بخوام بگم، چون برنامه داخل مایکروسافت استور قرار گرفته، من با خیال راحت دانلودش میکنم و استفاده میکنم، ولی این فقط یه معرفی برنامه است. خودتون لازمه که تست رو انجام بدید ببینید که چقدر اطمینان دارید و ازش استفاده بکنید. پس من اگه بخوام جمع بندی کنم، مزیتش اینه که محدودیت حجم نداری، عیبش اینه که نمیتونی به کس دیگری دسترسی بدی، فقط توی سیو مسیج خودت میتونی ببینی. اگه بخوای اون بعد لاگین کنه، ولی اگه کانال داشتی میتونستی یک کس دیگری رو هم عضو کنی. این عیب نسبت به اون بر داره. مزیتش اینه که میتونم از همینجا مدیریتش بکنم و از داخل این برنامه و هیچ نیازی نیستش که دیگه اصلا تلگرام باز باشه یا هر چیزی. من اینجا میبینم، اینجا من اینجا فایل آپلود میکنم، خودش میبره اونجا میذاره و همه کارا رو واسم انجام میده. دم میلاد گرم که این برنامه رو معرفی کرد. بریم تو کامپیوتر شروع کنیم. خب این لینک دانلود نرم افزار، من لینکو واسهتون تو توضیحات قرار دادم، برنامه رو هم داخل کانال تلگرام گذاشتم، از لحاظ نگران نباشید. ولی خب الان میخوایم اول روش دانلود درست رو هم بهتون یاد بدم. میتونید از همینجا خیلی راحت دانلودش بکنید. کافیه فقط روی این گت این اپ استور بزنید، اوپن مایکروسافت استورتون رو باز کنید و از مایکروسافت استورتون دانلود کنید. من الان وی پی ان ام قطعه، به خاطر این الان نمیتونه دانلود کنه، پس فعلا سراغ این نمیرم. میخوام بهتون بگم که حتی بدون وی پی ان ام تا این مرحله شو میتونید بیاید جلو. برای اینکه دانلودش بکنید این رو، روشای دیگری هم وجود داره. من قبلا این ویدیویی که الان رو صفحه میبینید رو در موردش ساختم و میتونی از این روش استفاده بکنیم. اینم تلگرامه که میخواد از قسمت سیوید مسیج استفاده بکنه. من اینجا واسهتون گذاشتم که ببینید فعلا هیچ پیغامی توش نیست و چطوری قرار کار بکنه. الان شاید یه سری بیاد ایراد بگیرید که تو گفتی وی پی انت واسه نیست. وی پی ان من توی مود پراکسی فعلا کار میکنه، ولی چون مایکروسافت استور از مود پراکسی استفاده نمیکنه، من باید نکوری رو براش ران بکنم. این رو حالا الان جلوتر میبینید. خب برنامه که ما میخوایم دانلود کنیم و نصب کنیم اینه. برنامه است، من دانلودش کردم. توی این حالت فقط کافیه که الان دیگه اپ اینستالر روی سیستمتون نصب باشه که اینجوری بتونید نصبش کنید. برنامه نصب شد و خود به خود باز میشه.
ولی چون مثل بقیه چیزا فیلتر هستش نمیتونه الان ارتباط برقرار کنه و لازمه که من حتما فیلتر شکنم رو این بار ران بکنم. پس تا اینجا رو شما بدون فیلتر شکنم میتونید بیاید جلو. حالا باید فیلتر شکن ران بکنیم. ببینید اینجا چون میخواد بره به تلگرام وصل بشه نمیتونه این کار انجام بده. خب من VPN رو وصل کردم، همونجور که میبینید این دیگه تونستش بشناسه و اومد. حالا چند تا راه دارید واسه وصل کردنش. مثل وصل کردن تلگرام به اکانتتون میمونه، میتونید این رو اسکنش بکنید، میتونید اینجا بگید لاگین بای فون نامبر و فون نامبرتون رو وارد کنید. نکست رو زدم و یه کد الان میاد به تلگرامم. روی تلگرامم این کد رو وارد میکنم. خب به محض اینکه وارد میشید و تونستید تایید هویت رو انجام بدید، حالا یا با اسکن یا با اسمس، این پیغام واسهتون میاد، میگه که باید بری به این اپلیکیشن اجازه بده که به سیستم فایل دسترسی داشته باشه. این اجازه رو الان میخوام بگیرم. اجازه میدیم، میگم بله برو بازش کن. اگه این پنجره هم واسهتون رفته بود ببینید از کجا باید این کار رو انجام بدید. باید وارد سیتینگ بشید، وارد اپس، وارد اینستال اپس، تی درایو و بعد اینجا اپ پرمیشن، بیاید این مجوز رو بدید. پس ببینید اینم میشه از امنیت ویندوز که آقا جلوشو پیش‌فرض گرفته، میگه برو بهش این اجازه رو دستی خودت بده. من این اجازه رو بهش میدم و این پنجره رو میبندم. برنامه خود به خود بسته شده به خاطر اینکه ما اون اجازه رو بهش بدیم. دوباره برنامه رو باز میکنم. دقت کنید باید وی پی ان تون حتما اجرا بشه. یه ویلکام تور گذاشته که میتونید این رو ببینید. من کاری بهش ندارم، میبندمش، اینا رو هم میبندم تبلیغاتشو. مگه میخواد تبلیغ رو ببندید میگه دونیت باید بکنید، کاری بهش ندارم. خب اینجا اکانت شما رو نشون میده و بعد شما اینجا یه قسمتی دارید که میتونید فایلاتون رو آپلود بکنید. ببینید من میخوام یه فایل کوچیکو آپلود کنم. فایلو میگیرم، میام میکشم این رو، رهاش میکنم. فایل اینجا آپلود شد ولی در اصل کجا رفته؟ نگاه کنید، فایلو اینجا انداخته. اینستال بیتواردر مثلا این فایل من رو اینجا قرار داده. من هر فایل دیگه رو بکشم اینجا رهاش بکنم، یه فایل دیگر رو میکشم اینجا رها میکنم، در اصل میره این فایل ها رو آپلود میکنه داخل سیو مسیج من میذاره. یه فضای نامحدود هر چقدر میخواید استفاده کنید. ولی خوبیش چیه؟ دیگه اینجا سرچ کردن سخت بود، اینجا شما میتونید دسته‌بندی کنید. البته سرچ هم داره ولی هنوز خوب نیست. هنوز این ابزار واقعا کار داره ولی دسته‌بندی نیو فولدر خوبی داریم. شما هر جور خواستید میتونید برای خودتون دسته‌بندی کنید. مثلا من یه قسمت میسازم به اسم فیلمز، بعد چیزایی که مربوط به فیلم‌ها هست رو میندازم داخل این. ببین مثلا کپی پیستش اینجوری کار نمی‌کنه داخل این ابزار. میگم یه سری ایرادا هنوز داره که این ابزار تازه است و باید روش کار بشه، ولی کم کم این اتفاق میفته. الان مثلا من اینو جابجا کردم بردم اینجا، من دیگه اینجا هر تغییری بدم مهم نیست، اینجا چیزی رو تغییر نمیده و همه چیز سر جاش میمونه. هر وقت خواستم این رو استفاده بکنم میتونم دانلود رو بزنم توی کجا دانلود فولدر رو بره، یا توی فولدر خاص میگم ببر تو دانلود فولدر، این رو واسم دانلود میکنه. در اصل داره یک ارتباطی میزنه بین این دوتا مسیر، بین مسیر سیو مسیج من و این نرم افزار، و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. یه سری امکانات اولیه رو داره اینجا. اینجا گزینه آپلود و دانلود داره. کیوتون رو میتونه نشون بده مثلا اگه هر چقدر فایل دارید آپلود میکنید قشن ببینید کدوم آپلود شده کدوم نشده و از این قسمت استفاده بکنید. گزینه های بالا هم نگاه کنید، اد فایل هم فولدر داره، دانلود داره، نیو فولدر ساختن داره، کات و کپی و پیست داره، رینیم داره، دیلیت داره، فوروارد کردن داره، مثلا بخوام این کار انجام بدیم یا شیر احتمالاً، حالا الان نمیذاره، چرا نگاه کنید، شیر کردن داره که میتونم راحت با یه سری از لیستام شیرش انجام بدم یا حتی با کسایی که از این برنامه احتمالاً دارن استفاده میکننه، خیلی جالبه. سورت داره و قسمت ویو داره که میتونید تعیین کنید چه شکلی اونا رو بهتون نشون بده. مثلا من این حالت دیتیلز رو ترجیح میدم و آپلود کیو و دانلود کیو رو هم که بهم نشون میده. اگه دونیت هم خواستید بکنید میتونید روی این علامت بزنید و دونیتتون رو انجام بدید. سرچش هم تست بکنیم. مثلا من اون چیزی که نوشته بودم بیت واردن بود، یه بیت بنویسم. اگر توی این حالت باشه فقط تو فولدر فعلی میگرده، اگر توی این حالت باشه تو کل مجموعه میگرده. پس خب اینم سرچ خوبی داره. بذارید من با تعداد کمتر هم سرچ کنم، مثلا یه بی خالی میزنم، میبینید که اینجوری میاره. پس سرچش هم خوبه. این سرچه بهمون خیلی کمک میکنه که ما سریعتر بتونیم فایل هامون رو پیدا بکنیم. البته که سرچ تلگرام هم واقعا خوبه و این در اصل یک API زده به تلگرامه و داره از تلگرام استفاده میکنه و یه نرم افزار جالب بودش که میلاد عزیز معرفی کرد، گفتش که واسه تون ویدیوشو بسازم. همدم میلاد گم، همدم شما گم که ویدیو رو میبینید و حمایت میکنید، مرسی. خب اینم از این برنامه باحالی بود و چون برای ما ایرانی ها تلگرام خیلی مفیده گفتم که اینم داشته باشید بتونید ازش استفاده کنید. یه نکته دیگه میمونه، اونم این که آیا شاید یه روزی تلگرام فایلای قدیمیمونو پاک کنه. 6-7 ساله که تلگرام هیچ فایلی پاک نکرده.
و امیدوارم که تا ابد هم همینجوری بمونه. نکتهش اینه که تلگرام انقدر خلاقن بچه‌هاشون، تیمشون، که میان با قابلیت‌های بیشتر سعی می‌کنن افرادی رو اضافه کنن اون دوره اون ببخشید اون سرویس پولیشون رو بفروشن و خیلی هم خریدن و شاید امیدوارم که همچنان رایگان بمونه و هیچ فایلی رو پاک نکنه بتونید استفاده کنید. ولی باز میگم این رو به عنوان ریسک داره دیگه، خودتون ریسکش رو قبول کنید و خودتون انجام بدید اگه خواستید با ریسک خودتون این کارو بکنید. من دارم استفاده می‌کنم، 6 7 ساله هیچ فایلی پاک نشده ولی من بکاپ جای دیگه هم دارم و از اون لحاظ مشکل ندارم. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. در میلاد گرم که معرفی کرد، کانال میلاد رو فالو کنید، ویدیوهای خیلی خوبی داره میسازه و کارهای خیلی حرفه‌ای رو داره یاد میده. دمتون گرم، مرسی، فعلا خدا نگهدار.